خدمت شما هست. خیلی ممنون، متشکر. استقلالی اعتراض کردن، آقای ساپینتو بعد از بازی مصاحبه کردن، گفتن که پنالتی 100% ما گرفته نشد. صحنه رو دیدین؟ اصلا میخواین صحنه رو ببینیم آقای افشاریان؟ همکاران عزیزم زحمت بکشن صحنه مشکوک رو پخش کنن تا آقای افشاریان هم ببینن و نظر بدن در مورد این صحنه. بله داریم میبینیم. این صحنه همین صحنه این صحنه اولیه است که توی نیمه اول بوده. یه صحنه داریم همینجوری صحنه های بازی رو میبینیم. حالا نکته ای که به ذهنتون، این اولیه که پنالتی بود یا نبود؟ ادامه بازی. ادامه بازی. این صحنه است که استقلالی‌ها خیلی اعتراض دارن نسبت بهش. ببینیم. از پشت هل نداد آقای افشاریان؟ من با توجه که امروز من خود صحنه رو با توجه به فیلمایی که به دست ما میرسه کارشناسی نکردیم، این چیزی که شما ببینید منم فقط از تلویزیون دیدم. شما به رفتار داور توجه بفرمایید، دقیقاً شاید دهمتی صحنه است. و دهمتی صحنه است و به نظر من بازیکن استقلال با این فیلمی که الان من دیدم بزرگنمایی میکنه و با توجه اینکه میفهمه که بازیکن سپاهان پشت سرش بزرگنمایی میکنه، به نظر من ادامه بازی بهترین گزینه بود برای ادامه این صحنه که آقای هیدری به درستی قضاوت کرد. یعنی از پشت هول نمیده؟ نه، احساس میشه که نه، شما تجربه فرمایید، نه فشاری به این بازیکن میاد و نه شارژ میکنه این بازیکن، فقط یه تماس معمولی و در ادامه بزرگنمایی بازیکن استقلال. یعنی شما تجربه فرمایید به پای بازیکن مهاجم استقلال دقت بفرمایید، به پاش دقیقاً داره شیرجه میزنه به سمت. نگاه کنیم یه بار دیگه این صحنه رو ببینیم. الان یه بار دیگه پخش میشه. تو این زاویه بهتر برخوردی صورت نمیگیره مطمئنی؟ اصلا من دیگه شما الان به مطبوعاتم توجه فرمایید، شاید نصف کارشناسا گفتن هست، نصفشون گفتن نیست. اون چیزی موقعی که یه اتفاقی هست که بین هست و نیستش با حق به داور بدیم. باشگاه استقلال هم خود دیشب اعلام کرد که شکایت میکنه از آقای بیژن حیدری. به هر صورت باشگاه استقلال رفتار خودش رو انجام میده، ولی اون چیزی که الان ما بهش توجه داریم، ما به هیچ وجه به رفتارهای اداری و از این دسته باشگاه توجه نمی کنیم. گرچه ما مثلا اگه داور اشتباه کنه واقعا نه ما هم طرفدار تیم‌ها هستیم، هم طرفدار داورای خودمون هستیم. اگر واقعا داوری حقی از تیم‌ها ضایع کنه، طبق گزارش ناظر، طبق صحنه‌ای که آنالیز می‌کنیم، بیشک اتفاقایی در اصل اون داور خواهد افتاد. می‌ذارین کنار 100% این اتفاق خواهد افتاد. هم داور تنبیه داره و هم تشویق داره و رو هیچ داوری هم ما مثلا تعصب نداریم و هیچ روی صحنه و هیچ تیمی هم، یعنی با واقعیت فوتبال هم قشنگ مشخصه، معلومه، صحنه هم کاملا واضحه و شفافه. اگر که به اساس داوری اشتباه کرده باشه، ما دقیقا همون اتفاقی که باید با این داور انجام بدیم انجامش بدیم و هیچ مماشاتی هم نداریم. بازی نساجی مثل رفسنجان هم آقای روی ظاهرا آقای اصفهانیان ناظر این بازی بود. هنوز گزارشی از اون بازی دست من نرسید، ولی اون چیزی که من خودم در فیلم دیدم، حس میکنم اون پنالتی اولی که به اساس به نفع نساجی گرفتن، قبلش صحنه آفساید رخ داده بود. بازیکن مهاجم اون تیم دقیقاً یه نیمتی تو آفساید بود که در ادامه شارژ گرفت، شارژ بازیکن مدافع رو گرفت و پنالتی گرفت. قبل از پنالتی یعنی پنالتی میگین که اصلا پنالتی میتونسته برای نه، قبل از پنالتی آفساید بود. قبل از پنالتی آفساید، یعنی اون صحنه بود آفساید جریمه میشد، متاسفانه که با سرانگاری کمک داور و در ادامه پنالتی داور. یعنی اعتراض آقای ربیعی رو شما به جا میدونی؟ نه، چون بعد از بازی هم گفتن که آقای حاج ملک رو نذارید. اصلا من تشکر میکنم از آقای ربیعی که خیلی حرفه‌ای صحبت کرده و تشکر میکنم ازش و تیمشون، ولی از اینکه بخواد برای ما نسخه پیچ آقا این داور رو نذارید اون داور رو بذارید، اصلا ما قابل دفاع نیست صحبت های ایشون. ولی به اساس چون که شاید یه داوری روی تیمی مثلا حساس باشه یا یه تیمی روی داور، ممکنه ما طوری مدیریت کنیم که مثلا کمتر به اون داور به اون تیم بازی برسه، ولی اینکه بخوام برای ما یه نسخه پیچن از اول فصل تا آخر سخت بیم با داور بازی که اصلا قابل اصلا استماع نیست. امسال شما رفتارشون چطور خواهد بود با باشگاه معترض؟ ما خب با مربیان 100% حتی از یه طرف ما اینجا به هر حال میگیم باشگاه اعتراض نکنن، مربی اعتراض نکنن، از یه طرف هم یه وقتای اشتباهاتی صورت میگیره که خب تیم‌ها هم میگن آقا تلاش ما هم داره هدر میره، طرفدارا هم ناراضی هستن دیگه یه وقتایی. آقای اکبری من الان خدمتتون یه موضوع عرض کنم. فوتبالی که الان داره بحثش میشه اصلا شقه مهمش داوراست. همین آقای بیژن حیدری الان 20 سال تو فوتباله، یا همون حاج ملک الان 20 سال تو این فوتباله و ما هم دوست داریم اتفاقی خوب و دلچسبی بیفته. اصلا ما طرفدار اون نیستیم خدا نگه چیز کمرنگی از مجموعه داورا ببینیم.
اولی قربانی خود داوره، بعدش هم منم که اینا رو ارنج میکنم. خب بیشک ما دوست داریم با آرامش جلو بریم، یعنی اولین کسی که ضرر میکنه توی صحنه مشکوکی حق به حق داره خود داوره و تاوانش هم پس میده. همون رفتارهای اجتماعی که باش میشه، همون مرموتی که تو خونه میکشه، همون به اساس نمراتی که در پایان فصل بهش میرسه، یقینا بدونن که ما با این تیماییم، بدونن که ما هم دوست داریم اتفاقای خوب بیفته. ولی یادمون باشه تا انسان قضاوت